شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون. سلام بر شما و شنوندگان گرامی هموطنان عزیز. آقای بنی‌صدر، من می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی به خصوص دوران حکومت دکتر مصدق و بعدم در رابطه با دوران مرجع انقلاب توضیح بدیم برای همیانان ما. بله، عرض کنم به شما که خود در دوره دوم خود شما هم به عنوان نماینده ایران در صندوق بین المللی پول و در اون برنامه استقلال اقتصادی شرکت داشتید. بله. عرض کنم به شما یک مقدمه بگیم. اقتصاد ایران در اون چه که مربوط می شود به بودجه دولت از دوره صفوی حالا بگیریم به این طرف، به طور مرتب این بودجه که در هر جامعه برداشتیش از تولید داخلی، یعنی مالیاتیش که از تولید کنندگان کشور گرفته می شود، او می شود بودجه دولت. به طور روزافزون این بودجه شده برداشتی از اقتصاد خارجی و کمتر تکیه داشته به تولید داخلی، به ترتیبی که در همین سیر تحول اقتصاد ایران، جدول‌هایی که ترتیب دادم در این سیر تحول تاریخ ایران، ترکیب بودجه ایران در دوران صفوی عرض کنم به شما 93% از منابع کاملا داخلی بوده و 7% از گمرکات، یعنی فرض کنیم که گمرک برداشتی می شود از گانی خارجی. 93.4% داخلی، 7.6% خارجی که همون بازرگانی است. البته در اون وقت بازرگانی ما مثبت بود، یعنی صادرات ما بیشتر بود از واردات ما. در اواسط قاجار، یعنی در 1249 شمسی، بودجه هنوز 96% از منابع داخلی است، 4% از درآمد گمرکات و ایناست. در کمی قبل از این کودتای رضاخانی ترکیب بودجه تغییر میکنه. 37.5% منابع داخلی است، 30% گمرکات، رازی که دیگه اختیار گمرکات در این زمان از دست ایران در رفته، افتاده دست روسا و انگلیس ها، و گرفتن مقرری و قرضه از بانک های روسی و انگلیسی که بابتش قراردادهای امتیازها به اونها میدادن 19.75 یا حدود 20%. پس در اینجا الان سهم منابع که ربط به خارج پیدا میکنه نسبت به داخل 37.5 میشه اون طرف 62.5 خارج، 37.5 داخل. درست شد؟ حالا میایم دوره رضاخانی. در پایان این هایی که مقایسه های سوری میکنن غالبا هم نادانن، نمیدونن که اطلاع دقیق از تحول اقتصاد ایران ندارن، میگن اگر رضاخان نبود ما الان در دوره نکبت قاجاریه بودیم، حالی که نه، انصافا این آقا وزیران رو بسیار نکبت بارتر کرد. البته این رو مدرس پیشبینی کرده بود، اینجا باید حد رو بدیم در مورد دید و هوش اون مرد بزرگ. اون در پیامی که به احمد شاه داده بود گفته بود که من به چشم میبینم این کشوری که ما الان داریم لبنیات صادر میکنیم، فرآورده‌های کشاورزی صادر میکنیم، کار رو به جایی خواهند رسوند که ما نان و پنیر رو از خارج وارد کنیم. دم دارم شد. عرض کنم به شما در سال 1320، همون سالی که این آقا رو از ایران بردن، درآمدهای صرفا داخلی 12% بودجه است. درآمدهای گمرکی و بندری و انحصارات، یعنی مالیات غیر مستقیم به علاوه حقوق گمرکی و حق انحصار، 18.4%. نفت و گاز و منابع زیرزمینی دیگر 53.2%.
کسر بودجه 16 و 14 است. تا اون وقت ها کسر بودجه مرسوم نبود، این از دوره یعنی مرسوم نبود که اون چرا از اواسط واجه مرسوم شد که از محل قرض گرفتن از بانک شاهی بانک استقراض روز تعمیم می شد. این همین موند در 1320 16 و 4 درصد هم کسر بودجه وجود داشته. از در واقع از 93.4 درصد منابع داخلی آمدیم به چقدر؟ 12 درصد. این تحول اقتصاد ایران است از یک اقتصاد متکی به تولید داخلی به یک اقتصاد متکی به اقتصاد خارجی، یعنی خارجی شده بودجه. عرض کنم در دوران مصدقی 1332 بودجه 1332 کل بودجه هست 994 میلیون و 400 هزار تومان، یعنی 1 میلیارد هم نیست. عرض کنم به شما درآمدهای صرفاً داخلی 32 درصد، یعنی از 12 درصد در 1320 در 1332 در دومین بودجه حکومت مصدقی این رسانده به 32 درصد. درآمدهای گمرکی و انحصارات و کذا و کذا 65 درصد. کسر بودجه 3 درصد که 50 میلیون تومان بوده. عرض کنم که حالا در بودجه دوره شاه در 1350 درآمدهای صرف داخلی 10.4 درصد، یعنی از 20 شهریور هم از خرابتر شد. یک سوم دوره مصدقی شد. درآمد گمرکات این حرفا 23.5، نفت و اینها 41.5، کسر بودجه 35 درصد. پس روند خارجی شدن بودجه کشور یک دوره قطع شده، اون دوره مصدقه. و دوره شتاب گرفتنش دوره پهلوی است. و در واقع مأموریت این سلسله هم همین بود که اقتصاد کشور رو خارجی کنن که کردن. یعنی چه خارجی کنن؟ یعنی اینکه نه تنها بودجه دولت خارج متکی به درآمدهای از منبع خارجی، بلکه هزینه شدن این بودجه یه قوه خرید ایجاد میکنه که این تولید داخلی نمیتونه جذب کنه، میباید با واردات جذب بشود. پس یک مداری درست میکنه، بودجه از خارج میاد توسط دولت هزینه میشه، قوه خرید میشه برای جذب واردات به زیان چی؟ تولید داخلی. به این ترتیبی که جز در دوران مصدقی که این مدار باز میشود، پیش از آن و بعد از آن مدار بسته است و دائم بر این درآمد نفت قرضه های خارجی هر چه اضافه میشه از این بعد به واردات چه میشه اضافه میشه. و اتفاقا دیدم که آقای رئیس بانک مرکزی به خود بالیده است که در سال پیش 32 میلیون دلار ما ارز فروختیم، یعنی این مقدار واردات شده، بر اینها اضافه بکنید شما قاچاق رو. که باز بنابرای محاسبه که تحت عنوان قاچاق دارد اقتصاد ایران را میبلعد انتشار یافته که میگوید هر 30 دلار واردات قاچاق یک نفر رو در ایران بیکار میکنه و 13 میلیارد قاچاق است. برای اون 32 میلیارد اضافه کنید میشه چقدر؟ 45 میلیارد. 2 میلیارد و 700 هم تفاوت ضرر ایران شده بابت سقوط قیمت دلار در مقایسه با اورو، این میشه باید 47 میلیارد و 700. بله آقا، این پول یک مداری درست میکنه که اون مدار همین واردات است و درآمد، این باید همدیگر هی اضافه کنن این اقتصاد ایران رو به روز سیاه بنشونن که نشوندن. آقای رئیس‌جان ممکن خواهش کنم که برای اینکه واضح تر بشه بفهمین که چرا این قوه خریدی که ایجاد میشه نمیتونه به تولید داخلی مثل موجب افزایش و استحکام تولید داخلی بشه و به طرف واردات میره؟ بله ببینید، شما در اقتصادی مثلا مثل امریکا، اقتصادی مثل فرانسه، بله، اینا میگن دارای ساخت صنعتی هستن. یعنی چه؟ یعنی شما هر اندازه عرضه باشه میتونن تولید وارد بازار کنن. بله. با این حال در همین فرانسه در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد و برنامه هایی که وعده داده بود، بالا بردن
قوه خرید و را به اجرا گذاشت، ساخت اقتصاد نتونست به اندازه که قوه خرید میرفت و بازار تولید ایجاد کنه. نتیجه قیمت ها رفت بالا، تورم درست کرد. بله. حالا در اقتصاد مثل اقتصاد ما که صنعتی نیست، یعنی اون اقتصاد تحمل این که قوه خرید بیشتری اندازه که میتونه جذب کنه بهش بدی، این قیمت ها رو فورا میبره بالا. بله. این که در ایران این 25 سال جز همون در دوران مرجع انقلاب که قیمت ها شتابان بالا نمیرفت، دوره شاه هم بالا میرفت، بعدم بالا میرفت، علتش نقشی است که بودجه داره. اولا بودجه در همه اقتصادها این نقش داره ها، یعنی در هر بودجه که بخوان تحریک کنن اقتصاد رو به تولید بیشتر، کسب بودجه ایجاد میکنن. بله. البته این به شرطی است که اون اقتصاد توانایی تولید بیشتر رو داشته باشد. درست. اگر نداشته باشه، کسر بودجه یعنی سنگینی وزن بودجه، حالا کسی که جزشه، عدم تناسب بودجه با اقتصاد داخلی هر اندازه بیشتر باشه و اون دو اقتصاد داخلی نتونه این قوه خریدی رو که بودجه ایجاد میکنه جذب بکنه، این تورم ایجاد میکنه. درست. تورم که ایجاد کرد، باید این تورم رو جذب بکنی ولی فلج میکنه زندگی رو. میره یه دفعه میبینی به قدری بالا که میشه قضیه آلمان بعد از جنگ اول، باید به گونی حالا تو ایران خود ما همینجوری شده دیگه. نان سنگک یکی 200 تومن شما فکرش بکنید که مثلا کسی بخواد بره بیرون خرید کنه چقدر پول باید با خودش ببره برای اینکه خرید مثلا روزانه‌اش انجام بده. بله. این تورم رو در واقع عامل اولش دولت است. از دو طریق این کار انجام میده، یکی از طریق هزینه های بودجه، یکی از طریق سیاست اعتباری، اعتباراتی که بانک ها ایجاد میکنن. بله. خب حالا بودجه دولت رو شما در نظر بگیرید، این آقایان مدعیان 140 میلیارد بلکه بیشتر بودجه شده. من عنوان فرض رو نمیخوام رقم دقیق باشه، من اصلا میگم 100 میلیارد. 100 میلیارد بودجه دولت با این شرکت های دولتی خلاصه کردم در 100 میلیارد دلار. اگر فرض کنیم که این هر یک دلاری که خرج میشود معادل خودش هم آقا از این که شما میری خرید میکنی، اونم که به شما میفروشه باید بره از اون فروشنده قبلی خرید کنه بذاره جای اون برای مشتری بعدی، اونم باید بره تا برسه به اون تولید کننده. این چند دست رو بهش میگن ضریب قوه خرید، ضریب تکاثر. درسته. اگر یک دلار فرض کنیم که فقط یک دلار اضافه قوه خرید ایجاد کنه، هر دلار خرج میشه 200 دلار، 2 دلار قوه خرید. حالا اگر 100 دلار بودجه دولت باشه، باید این 200 میلیارد دلار این قوه خرید ایجاد میکنه. با چه جذب میشه این؟ اگه قوه تولید داخلی نتونه این جذب بکنه، این تورم شدید درست میکنه. پس ناچار باید دروازه ها را گشود. به این طریقه که کشورهای نفخیز همیشه گرفتارترن از کشورهای صنعتی، در نیازشون به درآمد نفت بیشتر از نیاز اونهاست به خود نفت. پس اینه که با اینکه در سال پیش میگوید شرکت‌های نفتی بیشترین منافع رو بردن، 85 میلیارد 5 شرکت بزرگ نفتی سود خالصشون بوده از جیب من شما ملت‌های ما بردن، حالا این پولی که این آقایان نفت بردن به ما چی رسیده؟ قوه خریدی که صرف میکنیم به قول این آقای رئیس بانک مرکزی، دلار میگیریم میفروشیم که برای من باید از خارج خرید کنم بیارم، یعنی دو سره بار میکنم. این وضع اقتصاد ماست. حالا بخوایم اینو به طور دقیق تر کنیم برای اینکه مردم ببینن که لحظه به طور مربوط چی معنیش چی میشه. مصدق عرض کنم به شما 820 روز حکومت کرده، درست؟ بله. در این 820 روز درآمد نفت نداشته، خرج نفت هم داشته، یعنی اون تأسیسات ملی کرده بود دیگه. بله. تأسیسات نفت خرجش هم داده. وقتی که مصدق سر کار آمده، بودجه دولت 50 میلیون کسر نداشته، 300 میلیون کسر داشته. توجه بکنید، بسیار مهمه. یعنی از 1 میلیارد 300 میلیون 30% میشه کسر داشته. 300 میلیون داشته. آره کسر داشته.
مصدق این تنظیم کرده بود که رو به اصطلاح خزینه های زاید اینا رو این برور زده و مقداری هم درآمد مردم رفتن مالیات هاشون و فساد اینا رو هم کم کرده مالیات ها وصول کرده توانسته اون کسر آورده به 5 میلیون رسونده و خزای نفت هم داشته. پس 820 روز اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرده. درسته؟ بله. اینکه دیگه جایی تردید نداره که. حالا تو اون مدت هم دو تا مسئله اینا هی دادوال میکنن که بعض اقتصادی چنان خراب بود بودجه نمیم حکومت پول مستخدمان دولت رو نداشت به دو و بابا تو چیزه یکی بودجه دولت هست یکی خود اقتصاد مردم هست. اون اقتصاد مردم با رونق‌ترین وضعی رو پیدا کرد که تا اون تاریخ نداشت هیچ وقت دیگه واردات که نبود صادرات هم دیگه از پوست خشخاش بگیر تا تو برد صادر میشد ایرانی ها صادر میکردن چون قیمت ارزم بالا رفت پس صادرات نفت پیدا کرد نتیجه تولید برای صادر صادرات رونق گرفت. عرض کنم به شما حالا دوره شاه یک زمانی که من بودجهش حساب کردم روزی 1 میلیارد بودجه دولت شده بود یعنی در هر روز به اندازه 1 سال دو حکومت مصدقی البته با این تفاوت که قیمت پایین قیمت خرید ریال پایین آمده بود بنابراین یه مقایسه از اینجوری بکنیم میشه از سوری اما ما برای اینکه آسان کنیم مسئله رو برای شنوندگان شما میگوییم به اینکه در اون زمان 80% درآمد نفت به ترتیبی که الان برای شما خوندم و بعد همینجور چه شد از منبع نفت بود یا برداشتی بود که مثلا از واردات با نفت میپرداختن دیگه بنابراین حقوق گمرکی در واقع یه نوع مالیات غیر مستقیم میشد از درآمدهای نفتی همینطور حقوق بر کارمندان یعنی 80% درآمد بودجه از منبع نفت از نفت بود نخه بقیهش هم از به طور غیر مستقیم برمیگشت به خود نفت الان هم همینطوره. خب یعنی معناش این است که حتی 1 روز بدون درآمد نفت ایران قابل اداره نبود. حالا اون وقت بله دولت میخوابید مردم زندگی اقتصادی خودشون رو داشتن چون وابستگی به بودجه دولت نداشتن. حالا نه در آخر دوره شاه نه الان مردم نمیتونن بدون بودجه دولت زندگی کنن برای وابسته به اون بودجه. 80% اقتصاد ایران دست دولته یعنی تمام این مردم زندگیشون بسته به این بودجه دولت و هزینه های دولتی است. حالا دوره شاه میگفتیم 1 روز نمیتونه بدون نفت زندگی کنه حالا مثل که 1 ساعت بدون نفت نشه زندگی کرد. این فرق دو تا اقتصاد است. حالا که شاه رفت و دوران بهار انقلاب ایران شد ما مشغول شدیم به این که به اجرای برنامه استقلال اقتصادی زمانی که تصدی وزارت دارایی با من شد اون وقت این کنفرانس اوپک در وین تشکیل شد آقای فریدون صراف رو به نمایندگی وزیر دارایی که من بودم رفت این کنفرانس گفتم شما می روید در این کنفرانس و می گوید که این محاسبه هزینه تولید 1 کیلووات برق از اتم اینقدر از چی اینقدر از چی اینقدر اینا یکی یکی محاسبه میکنی براشون بنابراین دلیلی ندارد که بهای نفت 12.70 دلار اون وقت که در مقایسه با بهای نفت در سال 50 2 دلار و در زمان ملی شدن نفت 2.20 دلار بود هم اندازه میموند برای که اون ارزش دلار پایین آمده بود بله خوبه خرید دلار پایین آمده بود این قابل تحمل نیست 35 دلار هر بشکه این چیزی که انقلاب ایران میگوید و میخواهد به امر مطاع انقلاب ایران میباید که این قیمت نفت برود به این حد برسد. شما هم میدونید که اون وقت اعضای اوپک حتی نه نگفتن اینقدر قوت داشت انقلاب ایران در منطقه و در جهان شد یک ضربه نفتی شد قیمت نفت چقدر 34 دلار در بازار رسمی که البته در چند ماه بعد در بازار غیر رسمی به 44 دلار هم بله. رسید. حالا امروز دیدم ایستا گفته که قیمت نفت ایران شده 44 دلار که
در 30 سال اخیر بیسابقه است. میل مقایسه سوریه. من اینجا اولا که بیسابقه نیست که اون وقت در بازار آزاد 44 دلار شده بود. بعد به این که اون 44 دلار سال 1980 الان از 100 دلار بیشتر قوه خرید دارد. به دلار ثابت. یعنی همکنون هم بهای نفت بهای اون روز نفت دو برابر و نیم بهای امروزشه. بله. خیلی خوب. حالا عرض کنم به شما این در مورد نفت. دو، در زمینه بودجه دولت. بودجه که دولت دوره شاه ایجاد بسته بودن، حتی اون بخش از بودجه هزینه های عمرانی غالبا هزینه های نظامی پوشیده بودن. خریده های بگم به شما که وقتی که ما تصدی کردیم رئیس بانک مرکزی آقای مولوی بود در دوره حکومت اون بعد، که این آقا اون وقت من ناظر بانک مرکزی بودم که می رفتیم اونجا برای نظارت، یک روز گفت که آقا ما الان یک دونه اسکناس نداریم دست مردم بدیم. بانک ها رو عمل جارو کرده برده بودم، به طوری که وقتی من وزیر دارایی شدم صحبت در این بود که آیا بگوییم که ما بانک ها برشکستن همه حتی بانک ملی یا نگوییم. بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بریم به مردم بگیم که ما این بانک ها رو بازسازی کردیم که کردیم، عرض کنم که نرخ بهره را هم عرض کردیم به ترتیبی که توضیح خواهم داد، و این که به خطاب به مردم بگید که حالا شما میتونید به این نظام بانکی اعتماد کنید و سپاسهاتون رو به بانک بسپارید که سپردم دو بانک ها را افتادم. این وضع بانک ها بود. از نظر خارجی ما حدود 7.5 میلیارد قرضه خارجی داده بود که همین یکی از اسباب مهم گروگانگیری همین قرضه شد. اونا هیئت‌های فرستاده بودن همین چشمان حتم باک و اینها که رای تهوری هم درست کرده بودن حکومت ملاها که ایران ثبات ندارد و فلان، که اجازه بدهد به حکومت امریکا برای توقیف پولهای ایران. بله. بعد اون قرضه هایی که رژیم شاه جذب گذاشته بود. یه تنخواه‌گردان هم اون رژیم البته داشت که دست امریکایی‌ها بود با برای خریدای نظامی که الان هم خوردن و پس نمیدن. این وضع دارایی ایران بود وقتی که رژیم شاه سقوط کرد. اون قرضه خارجیش، این پولی تنخواه‌گردان خریدش، اونم بعض بانکاش، اونم بعض بودجهش. پس ما آمدیم بودجه دولت رو اولا از بازرگانی خارجی شروع کردیم. 27 میلیارد واردات ایران بود اون زمان، که با همون دلار حساب بکنی از این زمان آقایان و همین چیزایی که الان حساب کردیم همین چیزا میشود. با توجه اینکه جمعیت ایران اون وقت 36 میلیون بود در انقلاب، در دوره که کودتای خرداد 60 شد شده بود 38 میلیون، حالا حدود 68 میلیون بلکه 70 میلیون. عرض کنم به شما ترکیب بودجه رو عوض کردیم به نفع هزینه های تولیدی. آوردیم اون بودجه 45 میلیارد بود، ما آوردیم به 35 میلیارد، یعنی اون هزینه های که در اون رژیم انجام می گرفت ما لازم ندیدیم، و در این بودجه سهم سرمایه گذاری ها رو افزایش دادیم که البته اقتصاد ایران نمی تونست جذب کنه هنوز همه بودجه تولیدی اون زمان ایران رو. در مورد سیاست اعتباری به این ترتیب عمل کردیم: بخش کشاورزی، بخش مسکن، بخش صنعت، اینها نرخ بهره صفر، بانک هزینه بانکی رو میتونه حق داشت بگیره و سلام، و تامین میکردیم این رو از محل ها. در اون دوره هم ما 16 میلیارد دلار به لحاظ همین بالا بردن قیمت های نفت چی کردیم؟ ذخیره ارزی درست کردیم که وقتی کارتر توقیف کرد 13 میلیارد از این پولا در حوزه امریکا بود که متاسفانه با وجود هشدارهای متعدد اینا را از اون به حسابهای غیر امریکایی بانکهای غیر امریکایی منتقل نشده بود که توقیف شد. 3 میلیاردش در بیرون اون حوزه بود که در اختیار ایران باقی موند. با درآمد حاصل از این سپوزه ها این هزینه اون بحره که بانک ها بابت حذف بهره می پرداختن تدارک کردیم. درست شد؟ بله. تمام چیزای به اصطلاح وام های کشاورزان رو یک جا بخشیدیم که در دوره شاه داشتن.
قیمت‌های محصولات کشاورزی رو 3 برابر کردیم. نتیجه تولید کشاورزی شروع به رونق کرد. وام‌های مسکن رو که الان هم تو ذهن مردم مونده میگوین که این وام‌های بنی صدری، اینا نرخ بهره‌شون رو 0 کردیم. پیشه‌وری و صنعت رو هم 0 کردیم. بازرگانی رو نگه داشتیم، یعنی به اصطلاح نرخ بهره رو پایین نیاورد. دلیلی هم نداشت برای اینکه به وارد کنندگان ما یک مالیات مجانی از کشور دولت بدیم. یعنی اونا وارد میکردن به قیمت بازار میفروختن، ما حق داشتیم که سهم مثلا اونجی که از دولت میگیرن اقلا سهم دولت رو بدن. گرچه برای همین بازرگانی خارجی هم یک ترکیب واردات رو تغییر دادیم به نفع تولید داخلی و رشد صنعتی و کشاورزی، و اینکه ساخت واردات را هم تغییر دادیم که این یکی از اسباب کودتای شست همین کار شد. به این ترتیب که ما گفتیم که این چندین دست از اون وارد کننده بزرگ بگیرید، تهران هم همینجور هم دورش هم اینجور بود، تا بیاد به اون فروشنده جز. اون وقت ما حساب کردیم، یادم نیست الان 5 تا شد یا 7 تا شد دست. خب ما گفتیم این فروشندگان سنتاشون نمایندگان معین کنن، یک کمیسیون خرید درست میشه واردات، یک نماینده از دولت در وزارت بازرگانی در اونجا هست، اینا تصدی میکنن واردات رو با مستقیم به خریدار به یک فاصله میدن، دیگه چندین دست لازم نداره. نتیجه این که مثلا جنس از خارج وارد میشه، گاه به 3-4 برابر قیمت عرضه میشه به مردم، نه به همون قیمت که وارد میشد به مردم عرضه میشد. در مورد آهن عمل شد که قیمتش آمد به اون وقت یادمه که به 4 تومن اینجور یادمه که پایین آمد. در مورد گوشت هم همین کار کردیم. نتیجه این که اقتصاد داخلی به سرعت هر روز تو خیابان ها رژه می رفتن این بیکار ها، بیکاری جهد شد، رژه مجه از بین رفت. عرض کنم به شما که 2 تا اظهار نظر مال این دوره است، این دوره از اقتصاد ایران است. و اینم بگم که در جهت این که درآمد ها در تاریخ ما، من این اقتصاد ایران رو به اصطلاح تاریخ اقتصاد ایران رو تنظیم کرده و منتشرم کردم این قسمت رو، در دست کم از صفویه به این طرف هیچ وقت نبوده که متوسط درآمد خانوار در ایران از متوسط هزینش بالاتر باشه. اینا که به فسادها و جنایتها و خیانتهای استبداد رو به پای انقلاب می نویسن، اینا بخش مهم اون چرا که حاصل انقلاب بوده از چشم خود و چشم مردم می پوشونن. این در همون دوره با همه اون بحرانهایی که بود و مسائلی که بود و ناامنیها که بود و متوسط درآمد خانوار در شهرها و روستاها بالاتر شد از متوسط هزینه خانوار. نه قبل از اون تاریخ ایران به خود دیده بود، نه بعد از اون تاریخ ایران به خود دید این تحول رو. نتیجه این شد که آقای کیسینجر در امریکا فرمودن به این که امریکا تحمل 2 تا ژاپن رو در آسیا نمی آورد. هر از این که این فرمایش فرمودن، ما مطمئن شدیم که این از خارج هرچی اینا بتوانند خواهند کرد. اما همباره چون که در مورد مصدق هم دیدیم این از داخل است که خیانت ها می شود. اگر از داخل به سراغ قدرت خارجی نروند، از خارج نمی شود جلو فعالیت نیروهای محرکه جامعه رو گرفت. از نگران داخل شدیم. نگرانی ما خیلی بیشتر شد وقتی که آقای خمینی در مقام شکر و تشکر از این کوشش اقتصادی چی فرمودن؟ گفتن اقتصاد مال خرد. در یک صحبت دیگه هم گفتو دیگه این بنی صدر میخواهد ایران رو سوئیس و فرانسه بکند، حالی که مردم برای اسلام انقلاب کردن. در یک نامه‌ای بهشون نوشتم به این که آقا این مگر اقتصاد اسلام اقتصاد فقر است؟ آخه که این که قرآن میگوید که ما برای شما گشایش خواستیم، تنگنایی نخواستیم، یسر خواستیم، عسر نخواستیم، عسر قرار ندادیم. بله، این یادی هم از آقای صدر بکنیم که وزیر بازرگانی بود.
آقای رضا صدر. آقای رضا صدر، عرض کنم به شما، وقتی من رئیس جمهور شدم یه هیئت معین کردم که این وزارتخانه ها رو ببینن که کدوم وزیر خوب کار کرده، کدوم بد کرده، یا چجوری کرده، کدوم با کدوم همکاری کنیم، کدوم بگیم جا تو بگیم دیگه. پیشا پیش یک سابقه ذهنی خوبی نداشتم از آقای صدر و پیش خود فکر میکردم که بر حقم رو میرم، میبینن که این خوب اداره نکرده. اون هیئت رفت و آمد گزارش آورد که نخیر خیلی عالی اداره کرد. آقای صدر و دو سه تا از همکارانش یه روز وقت خواستن، آمدن پیش ما. من اون که ما آماده، هم آماده همکاریم، هم آماده ایم که اگر شما ما رو مطلوب نمیابید برویم پی کارم. گفتم به ایشون که نه، اینجور گزارش آماده شما خیلی عالی کار کردید و ایش دلیل هم ندارد که شما بروید. نظر سیاسی شما هم موافق من مخالف من به شما مربوطه، به من مربوطه نیست. اونی که مردم میخوان وزیر لایق است و شما هستید و باشید. آقای رجایی قرار بود که نامزد وزرا شد لیست کنه بیاره، فهرست کرده بود، برده بود، خونده بود برای این آقایان و آقای مهدوی کنی و آقای موسوی اردبیلی که این اسامی رو شنیده بودن به من گفتن اونها که ما وحشت اون گرفت، رفتیم پیش امام یعنی آقای خمینی، گفتیم آقا این فاجعه هست این وزیرانی که مخواد معین کنه. او هم رئیشون گفته بود که بروید پیش آقای بنی صدر و با ایشون بنشینید توافق کنید آدمای لایق. آمدم اینجا. بله. خب من پرسیدم که اول یه برداشت یک سندای آورده بود که این آقای این سندا راجع به آقای رضای صدر در سفارت امریکا است. گفتم بسیار خوب، بده ببینیم چیه. آوردم خوندم دیدم که همش به نفع بود. اینا که به نفع بود. دیگه چه فرمایش؟ اینا دلالت داره که این آدمی است که شخصیت ملی داره و آدم مستقلی است و چیزی دست سیاست خارجی نمیشه. این جزء منفیاش بوده. شما چون انگلیسی بوده نمیدونستی و خیال کردی که مثلا دیگه بگی سند هست، میگیم که آقا باید فهمید که چی هست تو سند. خب دیگه گفت این آقا تقصیرش بزرگه. گفت خب چی آقا این تقصیر بزرگ؟ گفت این امام مگه نگفت ما باید ریاضت بکشیم؟ این در دوره که ایران در محاصره اقتصادی بوده رفته از هر جای دنیا توانسته جنس پیدا کرده وارد کرده، این محاصره امریکا رو شکسته که این ایرانی ها در مضیقه نمانن، در ریاضت نکشن. گفتم اینجا این آقای مهدوی کریم یک دفعه با این که خیلی آدم آرامی بود یک دفعه سرخ شد و پرید. آقا تو رو کی آورده اینجا و مردم به چیز تعلیم ریاضت بدی؟ شما را آوردن کشور اداره کنی، مردم در مضیقه نمانن. ما میخواییم ایران رو بکنیم مرتازستان. این چه عرضی شما میزنید؟ اون آقای موسوی اردبیلی گفت که آقا این اصلا خب شما با این طرز فکر چجور میخوایی حکومت بکنی؟ این آقای هاشمی رفسنجانی دید اوضاع پس شد، خب این همچه آدمی اضافا لایق نخست وزیری نیست، شروع کرد به زبان بازی. این آقای مهدوی کنی گفت حالا آقا اینا بحثاری بذاریم باشه. حالا آقای مهدوی کنی بهش گفت که آقا شما شد که یه دفعه ما بخوایم این مسئله رو به طور جدی حل کنیم شما بگذاری آقای هاشمی رفسنجانی؟ حالا شما نقدتون اینه که این آقا رو به هر ترتیب نخست وزیر بکنی؟ خب جانم این فاجعه است که نخست وزیری این طرز فکرشه. میگه این وزیر چون نگذاشته ایران از پا در بیاد در محاصره اقتصادی مجازات باید بشه. بله بله، اون متاسفانه مجازات هم شد، نه اینکه نشد. به فرمایید الان هم این استعدادا همه فراکنده از وطنشون، دستشون کوتاه، دستشون از خدمت به اون مردم هم کوتاه. جای این آقا رو کی گرفت؟ این آقای عسکر اورادی که به جای هر کار دیگر جیوای خودشو پر کرده. 250 تا میگن شرکت دارد و واقعا بله. حالا به هر حال این هم یادی از او. بله از اون کاره بازرگانی خارجی رو ایشون تهیه کرد. بله خیلی هم زحمت کشید آقای چی. بله خیلی هم زحمت کشید و اینجا داشت که از او قدردانی میشد به لحاظ خدمتی که کرد. بله. همینطور از شما آقای نوبری، آقای فریدون صراف، هر کدوم از شما در جای خود به این اقتصاد این کشور خدمت کردید. خب اگر اون اقتصاد به اون ترتیبی که یک مدار بسته‌ای که گفتم بین بودجه بود و واردات
حالا یک مدار درست میشد بین بودجه و تولید داخلی. از لحاظ مردم سالاری اهمیت تعیین کننده دارد. این چیزیست که در ایران بعض زیادی و تکرار اخیرا دیدم بعضی ها دارن بهش توجه میکنن که توجه مطلوبیست. چرا؟ برای که تازه در اون دورهی که گفتم بودجه درآمد دولت 96% از داخل بود، دولت استبدادی بود. حالا که وارونه شده، یعنی ملت است که وابسته به بودجه دولت خود، یه دولت خود کامه است. بله. بخواد ایران مردم سالاری بشود، باید بودجه به جایی که برداشتی از فروش ثروت ملی به خارج باشد و گرفتن قرضه و گمرکات از واردات، باید تبدیل بشه به یک برداشت از تولید داخلی. بله. بدون این ما مردم سالاری پادر هواست. اگر فکرش در ایران عمومیت پیدا بشود، وجدان جمعی به این امر حاصل بشود، جامعه میتوانه اون جراحی های اقتصادی رو که برای داشتن یک اقتصاد مستقل لازم است پیدا بکنه. انشاءالله. امیدواریم. اون برنامه به این ترتیب از لحاظ بالا بردن درآمدها درای ایجاد بازار وسیع، حالا فقط از دید اقتصادی، حالا عدالت اجتماعی هم جای خود را دارد. یه برنامه اقتصادی در یه کشوری مثل ایران که فقر عمومی است، نهای عدالت اجتماعی می شود اون فساد بزرگ دوره آقای هاشمی رفسنجانی که اسمش سازندگی نیست، تخریب قطعی اقتصاد ایران است که اون دینامیک خارجی کردن رو که دوره شاه بود تشدید کرد به شدت چند برابر و وضعی درست کرده که الان ایران پیدا کرده. فقر عمومی گسترش پیدا میکنه، یک اقلیتی از راندخاری ثروتهای نجومی پیدا میکنن و در اون زمان هم میگفتن عدالت یعنی اقتصاد. نه، حالی که در کشوری مثل ایران با این فقر وسیع شما نمیتونی اقتصاد، اولش وسعت بازاره. یعنی الان تو غرب میگن شعار نمیدن اگر میخوایی یک نفر بیکار نشود بیشتر مصرف کن، نمیگن؟ بله. میگن دیگه. حالا ما اگر نخواهیم باید برویم روی الگوی مصرف غربی که نباید هم برویم، دست کم از نظر اقتصادی ادالت به جای خود که محروض، نیاز داریم به توسعه بازار. باید بازار پیدا کنیم، ما در واقع نداریم بازار. یه توجیه درآمدی میکنه قوه خرید و رژیم که این بازارش خارجی است، ما داخلی بازار نداریم. یعنی اون بازار خارجی رو برداریم، چیزی تو داخل به عنوان بازار باقی نمیمونه. باید بازار داخلی ایجاد بکنیم. یعنی اولش اینه که اون توزیع درآمدها رو چی کنیم؟ تغییر بدیم. به ترتیبی که همون دوره اول انقلاب انجام دادیم که بیشترین مردم دارای حداقل قوه خرید برای اینکه یک بازاری واقعیت پیدا کنه به وجود بیارن، که این کار اون زمان انجام دادیم. این قوه خرید که توزیع وسیع شد متوجه می شود به تولید داخلی، برای اینکه اونجا قوی نیست که بره به دنبال تولید خارجی. پس یک زمینه درست میشه برای اینکه تولید داخلی رشد کنه. اینو در اقتصاد مصدقی هم ما می بینیم، اما نه قبلش بود نه بعدش بود نه حالا هست. پس یک از این جهت، دو از لحاظ ترکیب بودجه، تغییر ترکیب بودجه که هم در دوره مصدقی شد هم در دوره مرجع انقلاب ایران شد، در حکومت بازرگان و در حکومت من، عرض کنم به شما سه ترکیب واردات و اون از لحاظ هم عدالت اجتماعی هم از جهت رشد اقتصادی این سازمان دادن بازرگانی خارجی به ترتیبی که عرض شد، تغییر ساخت بانک ها و ساخت اعتبارات به ترتیبی که به اصطلاح پول جریانش که در حال اون زمان در دوره شاه عبارت می شد از دستگاه بانکی ما، نقشش این بود که این قوه خرید که در داخل توزیع می شد که می رفت به طرف خرید واردات، بعد برمی گرد به بانک ها، تبدیل بشه به دلار بره به خارج. این نقش بانک ها بود. حالا این نقش ما برگرد میگردوندیم به این که این پول بیاد به بانک، بره به صنعت، بره به کشاورزی،
بله؟ بله. این ترتیب اقتصاد داخلی امکان سرمایه این نیروی محرکه در اقتصاد داخلی امکان عمل پیدا کنه، نره روی بورس بازی رو نبیزنن. خب بورس زمین اینا هم همه تحلیل شده بود دیگه. بله. این که میگفتن نمیشه بعد چجور شد تو اون اوضاع اثر یک از این بورس هایی که الان این بورس بازی هایی که الان هست یک دونه اثر نبود. اگر این مردم به این نکات توجه کنن اون وقت میفهمن که انقلاب چه معجزه‌ای کرد و کسانی که میفهمیدن استقلال چیست و آزادی چیست و برنامه استقلال آزادی رو اجرا کردن چه خدمت بزرگی به ایران کردن. حالا این دوتا تجربه یک واقعیت مهم رو در مقیاس جهان معلوم کرد بعد از اون حرفایی که آقای کیسینجر زد. تا اون وقت میگفتن آقا این دنیای سوم درست بشو نیست، هر جمعی غربی ها نسخه رشد نویستن همه خراب درآمد. این جمع رشد نکرد. ایران تجربهش معلوم کرد که نه، رشد داره و شدنی هم هست، مبانی روشنی هم دارد. پس بنابراین این ملت یه تجربه الان در اختیار دارد که دوبار هم تکرار شده. بله. حالا اگر یه همتی بکند و کشور از دست این استبدادی هم بیرون بیاورد، بلکه این اقتصاددانان خدمتگزار دانا به اقتصاد در آزادی و استقلال بتوانند این کشور رو، اقتصاد کشور رو از این وضعیت فاجعه آمیزی که الان دارد بیرون بیاورند. امیدواریم که بحث ما خیلی طولانی شد و گمان میکنم که در مسئله اقتصاد خیلی چیزهای دیگه هست که باید قسمت در اینا به طور عمومی گفتم، ولی میشود هر کدوم از اینا رو شکافت یک به یک توضیح داد به طوری که مردم ایران بدانن که برنامه اقتصادی وجود دارد، نه این چیزی که آقایان میگوین نه الا للا تورم را حل ندارد، الا للا بیکاری را حل ندارد، نه همینا را حل دارن، در استقلال هم را حل دارن. راه حل ایران هم این نیست که جزء شیشه جهانی شدن بشود که شده اصلا. من هم اینا که میگن باید ایران بشود تا حل بشود، من جهانی شدن شاخدون داره الان، همه چیز ما خارجی. انشاءالله در یه بحث دیگری. آقای ایسا خیلی ممنون، خیلی طولانی شد و خسته شدیم، خیلی سپاسگزارم از وقتتون. تا هفته آینده در خدمتتون باشم انشاءالله. شب شما بخیر. خدا حافظ شما.